در خبر نخست کار تخریب و پاکسازی خانه های تحت استملاک ساختمان سرک کمپنی الا ساحه برچی آغاز شد. کار تخریب خانه های تحت استملاک سرک جدید اتصالی سرک کمپنی تا ساحه برچی اعتبار از سرک مقابل بلاک های قنبر قمبر واقع ناحیه پنجم الا کوچه حمام نقاش برچی واقع ناحیه سیزدهم از دو استقامت آغاز شد. انجینیر عبدالمتین حنیف رئیس استملاک شهرداری کابل در رابطه گفت که این سرک به شکل اساسی شامل تمام جزئیات یک سرک میاری میان ساحات نواحی 5 و 13 هم به طول 2.2 دو دو کیلومتر با عرض 30 متر ساخته می شود 230 جایدات و ملکیت تحت استملاک قرار گرفته که مطابق با قانون برای شهروندان متضرر از سوی شهرداری کابل بدیل پرداخت خواهد شد. این سرک یکی از سرک های مهم و نقطه وصل ساحات مرتبط بوده با اهمیت و ارزشی که دارد شهرداری کابل مطابق شرح ماستر پلان به زودی این سرک را ساختمان و احداث می نماید. تخریب موانع و ملکیت های تحت استملاک از دو استقامت عملا آغاز شده تا این پروژه مهم توسعه ای تدبیق گردد. در خبر دیگر از غصب دو جریب زمین در مربوطات ناحیه پنجم جلوگیری شد مسئولان ناحیه پنجم شهرداری کابل از غصب دو جریب زمین در ساحه قلعه وزیر در مربوطات این ناحیه جلوگیری نموده تاسیسات غیر قانونی غاصبین تخریب و پاکسازی شد قبلا دو شخص زمین مربوطه به سرک را به طول 110 متر با عرض 20 متر در ملکیت خیش یک جا ساخته بود شناسایی گردیده و تاسیسات غیر قانونی آنان تخریب شد برای واپسگیری زمین های غصب شده و چگونگی تطبیق احکام قوانین و طرز عملها ها مسئولان شهرداری کابل بیشتر از پیش سعی و تلاش خواهند کرد در خبر دیگر ساحات سبز و پیاده تحت غصب در مربوطات ناحیه 15 هم واپسگیری شد مسئولان ناحیه 15 شهرداری کابل به موارد غصب پیادهروها و ساحات سبز در ساحه 500 فامیلی رسیدگی نموده تأسیسات غیر قانونی غاصبان از ساحات تخریب پا... از تخریب و پاکسازی شد قبلا ادعی از شهروندان به بهانه های مختلف ساحات سبز و پیادهروها را در نقاط مختلف غصب نموده دست به تأسیسات غیر قانونی زده اند که یکی پی دیگر به آن رسیدگی صورت خواهد گرفت پیادروها و ساحات سبز ملکیت عامه بوده نباید افراد و اشخاص از آن نفع جویی شخصی نمایند مسئولان شهرداری کابل مطابق قانون و اصول شهری برای ایجاد آسایش شهروندان و رفاه عامه فعالیت می کنند متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد در خبر دیگر رنگامیزی پل هوایی کوته سنگی جریان دارد کار رنگامیزی پل هوایی کوته سنگی واقع نواحی سوم و پنجم که چند قبل آغاز شده بود جریان دارد قرار است رنگامیزی اطراف و اکناف این پل به زودی تکمیل و به زیبایی شهری افزوده شود پل هوایی کوته سنگی یکی از نقاط بارز شهر است که ایجاد زیبایی در این نقطه به دید روانی شهروندان موثر و مفید واقعی خواهد شد ایجاد زیبایی و آبادی به شهر کابل در حال توسعه بوده تا شهر کابل به یک شهر نمونه در منطقه مبدل گردد قابل ذکر است که علاوه از رنگامیزی قسمت زیر و بالای پل نیز تنویر می شود و در اخیر برای مشکل نقطه آسیب پذیر در مربوطات ناحیه پنجم رسیدگی صورت گرفت مسئولان ناحیه پنجم مشکل نقطه آسیب پذیر آغاز سرک شیروالی وردک را رسیدگی نموده آبروهای مزدود این ساحه را پس از سالیان متمادی به صورت اساسی کاری کردند قبلا این آبرو به طول 100 متر از سوی شهروندان مهاجر با ریختن انواع زباله و خاک مزدود شده بود که باعث تخریب سرک و آب گرفتگی این ساحه میگردید قابل ذکر است که مواد اضافی از ساحه پاککاری شده انتقال داده شد و برای ترمیم و بهسازی آبرو و سرک تخریب شده این ساحه نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت در اخیر تصاویر را ببینید است نارنجی پوشان زحمتکش ما در شهر کابل